and they told me why I need to go and pick up girls and pick them to them. So I said, it's happening. در روز 4 مارس سال 2021 مرد جوانی به اداره پلیس شهر لندن میره و میگه که دوست دختر 34 سالش ناپدید شده. اون مرد میگفت که آخرین بار با او حدود ساعت 9:15 دقیقه شب گذشتش به مدت 15 دقیقه تلفنی صحبت کرده بود، اما بعد از قطع تماسشون هر چقدر که سعی کرده بود دوباره باهاش تماس بگیره، تلفن دوست دخترش خارج از دسترس بوده. سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. سارا اورارد مدیر بازرگانی یک شرکت بود. پدرش استاد دانشگاه بود و مادرش هم فعالیت‌های خیریه انجام می‌داد. اطرافیان سارا از اون دختر به عنوان یک فرد بسیار مهربون و خوش برخورد یاد می‌کردن. او از سال 2008 به لندن رفته بود و در اونجا مشغول به کار بود. سارا در شب ناپدید شدنش در خونه یکی از دوستانش مهمون بود. او بعد از تموم شدن مهمونی در حالی که تلفنی با دوست پسرش صحبت می کرد به صورت پیاده به سمت خونش در حال حرکت بود. او در محله‌ای بسیار امن به نام بریکستون هیلز زندگی می کرد که پیاده حدود 50 دقیقه از خونه دوستش فاصله داشت. مامورین پلیس سعی کردند که از طریق بررسی دوربین‌های مداربسته‌ای که توی مسیر احتمالی سارا وجود داشت، او رو ردیابیش کنند. در حقیقت پارسال در اوایل سال 2021 به خاطر شیوع کرونا، مقررات سختگیرانه‌ای برای تردد توی شهر لندن وجود داشت و در اون ساعت شب خیابون‌ها به شدت خلوت بودند و همین باعث شدش که با بررسی ساعت و مسیر حرکت سارا، دوربین مداربسته اتوبوسی او رو نشون بده که داشت در کنار خیابون با مردی غریبه صحبت میکرد. حدود 3 دقیقه بعد از اون دوربین یک اتوبوس دیگه تصویر اونا رو نشون داد، اما دوربین اتوبوس دوم کمک بزرگتری کرد، چون شماره پلاک ماشین ونی که با چراغ‌های روشن و در نیمه باز در کنار اون دو نفر پارک بود کاملا معلوم بود. اما عجیب این بودش که وقتی پلیس مابقی دوربین‌های مداربسته‌ای رو که در ادامه مسیر سارا تا خونش وجود داشت رو بررسی کرد، هیچ اثری از اون دختر توشون دیده نشد. خب با این حساب میشد حد زد که اون جایی که سارا داشت با اون مرد غریبه صحبت می‌کرد، آخرین نقطه‌ای بود که سارا دیده شده بود. در همین حین شخص دیگه‌ای با پلیس تماس گرفت و گزارش داد که سارا رو در حال صحبت کردن با مردی که به نظر می رسید پلیس بود دیده بود و اون مرد بعد از سوار کردن سارا توی ماشینش اونجا رو ترک کرده بود. خب پلیس با این نشانی‌ها و با توجه به اینکه شماره پلاک اون ماشین کاملا معلوم بود، شروع به جستجوی ماشین و صاحبش کرد و خیلی زود معلوم شد که اون ماشین اجاره‌ای بوده. در حقیقت اون ماشین در شب حادثه در اختیار شخصی به نام ویان کازنز بود، مردی که به عنوان یک پلیس دیپلماتیک در سفارت آمریکا در شهر لندن مشغول به کار بود. پلیس خیلی سریع به سراغ ویان رفت و با او در رابطه با ناپدید شدن سارا صحبت کرد. قسمتی کوتاه از صحبت‌هایی که بین اون مرد و مامورین پلیس انجام شد رو با هم ببینیم. So we're here to talk to you about this, let me show you a picture. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Sarah went missing. I'll show you some pictures of her on the day. Sarah went missing on Wednesday. And her parents, obviously, and her family are really worried about her. No. In financial, and I've been
lent on by, I don't know who they are. They're a group, a gang, whatever. And they told me why I need to go and pick up girls and take them to them. So I said, what's happening? And it then came through that they're going to have my family take them away and they'll use them instead. But at that point, I had no option to try and find somebody. So I don't. There's a couple of names. I was told a place to take her. That's it. That is all I know. خب دیدید که ویان کازنز چطور در ابتدا سعی کرد حقیقت ماجرا رو به کل کتمان کنه، ولی در نهایت شروع به داستان سرایی کرد و گفتش که برای حفاظت از خانواده‌اش که زیر فشارهای مالی بودن از طرف او، مجبور شده بود که یک دختر رو بدزده و در اختیار یک گروه مافیایی که از اروپای شرقی اومده بودن و توی لندن بودن قرار بده. و اون دختر بخت برگشته هم کسی نبود جز سارا اورارد. ویان کازنز یک افسر پلیس 48 ساله بود که مدت 10 سال بود که با یک زن اوکراینی به نام النا ازدواج کرده بود. اون دو از هم صاحب دو فرزند بودند و خارج از لندن زندگی می کردن. او هر روز برای رفتن به سر کار حدود 2.5 ساعت رانندگی می کرد. و قبل از اینکه در سفارت آمریکا فعالیتش رو شروع کنه به عنوان پلیس محافظ در یک نیروگاه هسته‌ای کار میکرد. خب جالبه بدونید که این آقای ویان رو حالا به هر دلیلی که بود همکاراش توی نیروگاه هسته‌ای با اسم مستعار متجاوز صدا میکردن. خب همه چیز نشون از این میداد که آقای ویان نقش مهمی در گم شدن سارا داشت، اما هنوز مشخص نبود که او آیا سارا را از قبل میشناخت یا نه. ولی چیزی که قطعی بود این بودش که او دقیقاً میدونست که اون شب میخواد چیکار کنه و برای این کار از قبل برنامه ریزی کرده بود. آقای ویان در روز حادثه از یک شرکت اجاره اتومبیل در دورکنت با مشخصات خودش یک ماشین ون کرایه کرد و علاوه بر این یک نوار چسب پهن و محکم هم که به قول خودش توانایی نگه داشتن یک فرش بزرگ رو هم داشت خریده بود و یک کلید دستبند هم از سایت آمازون خریده بود. حدود ساعت 9 شب بود که سارا از مهمونی شام خونه دوستش بیرون میاد. او از یک مغازه در بین راه یک بطری شراب میخره و به سمت خونش حرکت میکنه. ولی نرسیده به خونه، زمانی که در حال پیاده روی بود به بهانه نقض قوانین محدودیت‌های کرونایی توسط آقای ویان متوقف و بازداشت شد. در حقیقت اون شب سارا خلافی نکرده بود، ولی به دلیل همین قوانین محدودیت‌های کرونایی که اون روزا هم مدام در حال تغییر بود، یک لحظه این دختر فکر میکنه که خلافی مرتکب شده و در برابر بازداشت مقاومتی نکرد و سوار ماشین ویان شد تا با او به اداره پلیس بره. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و ویان به سمت شهر کنت حرکت کرد. وقتی تا حدودی اون دو از شهر خارج میشن، ویان توی ماشین دست و پای سارا رو میبنده. اون دختر دیگه حالا متوجه شده بود که چه بلایی قرار سرش بیاد، اما خب هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. او نمی دونست که چه سرنوشت وحشتناکی اون شب در انتظارش بود. ویان ماشین رو توی یک جاده خلوت به کنار می زنه و به سارا تجاوز جنسی می کنه و بعد از تمام شدن کارش در نهایت بیرحمی کمربندش رو دور گلوی سارا انداخت و اونقدر فشار داد تا اون دختر خفه شد. او جسد سارا رو به یک منطقه جنگلی خلوت به نام آشفورد برد و در اونجا رها کرد، جایی که گویا با زمینی که متعلق به خودش بود حدود 100 متر بیشتر فاصله نداشت. صبح روز بعد او برای خوردن کافی بیرون میزنه و برای پس دادن ماشین اجاره‌ای به شهر کنت میره. او حتی در بین راه برای اینکه دیگه هیچ ردی از سارا باقی نمونه، تلفن همراه اون دختر رو توی کانال آب به دور انداخت.
مدارکی که بعدها از او به دست اومد نشون میداد که این جنایتکار خون سرد به قدری عادی وارد زندگی روزمره شده بود که حتی 48 ساعت بعد از تجاوز و به قتل سوندن سارا برای پیگیری حال سگش به یک دامپزشک زنگ زده بود و گفته بود که حال سگش بده، چون 48 ساعت اون سگ تنها بوده و دچار استراب شده و از دکتر خواسته بود که سگش رو درمان کنن. Yeah, I was wondering if I could book my dog in for the vet so I can have a discussion about her issues, please. We think she's suffering from like separation anxiety. وین کازنز روز بعد از یک پمپ بنزین یک گالون 5 لیتری بنزین تهیه کرد و به سمت جنگل آشورد رفت، جایی که جسد سارا رو در اونجا رها کرده بود. او جسد رو در اونجا سوزوند و قسمت‌های باقی مونده جسد رو هم داخل دو کیسه بزرگی که از قبل تهیه کرده بود ریخت و دوباره پنهان کرد و فردای اون روز در نهایت خونسردی خانواده‌اش رو به یک سفر کوتاه به نزدیکی همون جایی برد که جسد سارا رو توش رها کرده بود و سوزونده بود. و عجیب این که در طول این مدت هیچ گونه استرابی در این مرد دیده نشده بود، تا اینکه بالاخره در روز 9 مارس پلیس به خونه او رفت تا به عنوان آخرین کسی که با سارا بوده ازش بازجویی کنن و بخوان که اتفاق اون شب رو توضیح بده. اما آقای وین 40 دقیقه قبل از رسیدن پلیس ها حافظه گوشیش رو به طور کامل پاک کرده بود. بله، با پیدا شدن بقایای جسد سارا بالاخره آقای وین کازنز به جرم روبودن و تجاوز جنسی و کشتن سارا دستگیر و بازداشت شد. او در بازداشتگاه سعی کرد با ضربه زدن به جمجمش به خودش آسیب وارد کنه، اما اتفاق خاصی نیفتاد و بعد از انتقال به بیمارستان دوباره به زندان برگشت. جلسه دادگاه او در اواخر سپتامبر سال 2021 تشکیل شد و او در نهایت در دادگاه به جرم جنایت وحشیانه‌ای که مرتکب شده بود به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. خب دوستان، ماجرای به قتل رسیدن یک دختر جوان انگلیسی اونم توسط یک پلیس امنیتی رو شنیدید. این پرونده در کشور انگلستان خیلی زیر سوال رفت، چرا که قاتل اولا پلیس بود و ثانیا سابقه هایی داشتش که اداره پلیس موقع استخدامش به اونا اصلا توجهی نکرده بود. در تجمعات اعتراضی که در اون زمان شکل گرفت زنها میگفتن که حالا دیگه در کنار افسران پلیس هم امنیت ندارن. ممنون میشم که نظراتتون رو در رابطه با پرونده جنایی امروز برام در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که امروز هم مثل همیشه ثانیه به ثانیه تا انتهای برنامه من رو همراهی کردید. مراقب خودتون باشید تا یک برنامه و یک پرونده جنایی دیگه. بدرود.